از ما گذشت، باید به ابر بیاموزیم تا از آتش گیاه نمیرد. باید به قفلها بسپاریم با بوسه‌ای گشوده شوند بی رخصت کلید. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. درود بر شما. خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد و در این قرار همیشگیمون در این صفحه باز هم از ادبیات با هم صحبت میکنیم. با سطری از شعر نصرت رحمانی آغاز کردم که بعدا حتما از اون با هم مفصل صحبت خواهیم کرد. در این دوبت میخوام که به یکی از شاعران معاصر بپردازم. اگرچه شاعری که الان میخوام ازش صحبت کنم بیشتر به داستان نویس بودن مشهوره، بیژن نجدی، که وقتی مجموعه داستان کوتاه یوز پلنگانی که با من دویدن رو منتشر کرد خیلی گل کرد کارش، خیلی مورد توجه قرار گرفت، جایزه های متعدد گرفت و همه به عنوان داستان نویس موفقی او رو شناختند و دنبال کاراش رو گرفتند. داستان های بیژن نجدی مشهور به این بود که داستان ها شاعرانه است. ما بعداً فهمیدیم که بیژن نجدی شاعر هم هست و مجموعه شعری به اسم خواهران این تابستان که الان جلو دست من هست از اون منتشر شد و فوق العاده شاعر توانایی هم هست. تصویرگری هاش، روایتگری هاش، چون داستان نویس هم هست، خیلی حتی جنبه های سینمایی داره، یعنی تدوین سینمایی داره کارش. یعنی ممکنه در یک شعر، حالا همین شعری که میخوام براتون بخونم، چند تا صحنه، چند تا فضا رو کنار هم میذاره و شما در پایان اینا رو متحد میبینید. او در خاش به دنیا اومد ولی بیشتر عمرش رو در لاهیجان گذروند. من به این واسطه همه لاهیجانی‌ها و شمالی کشورمون رو، چه داخل ایران باشن چه خارج از کشور باشن، عزیز می‌دارم و درود می‌فرستم به همشون. از این مجموعه خواهران این تابستان من دوست دارم خیلی شعر بخونم براتون، ولی خب اگر عمری برای من باقی باشه حتما در فرصت‌های بعدی دوباره به سراغ بیژن نجدی خواهم اومد. اما شعری می‌خوام بخونم براتون به اسم زهرا به صحرا نیشته. لهجه گیلکی رو وارد کرده به زبان فارسی. نیشته به معنی نشسته. در این شعر پیش از اینکه بخونم، چهار صحنه، چهار اقلیم رو ما می‌بینیم با توصیف اون اقلیم، با یک مؤلفه ثابت، یک زهرا که شخصیت اصلی روایت هست که در صحرا نشسته است. حالا چرا و چه حالی داره توی شعر گفته میشه. در واقع زهرا یک ناکام عشقه. عروسی داره اتفاق میفته و زهرا که عشقی در دلش پنهان کرده حالا در صحرا تنها نشسته و این تصویر تاریخی کشور ماست. بانوان عزیزی که حتی عشق که اصیل ترین و عمیق ترین احساس بشری است در آنها گاهی پنهان ماند، یا بهتر بگم همیشه پنهان ماند و مجال اظهار عشق حتی در تاریخ ما نداشتند. شعر رو میخونم، هر اقلیمی رو با مؤلفه های اون اقلیم معرفی میکنه، بعد هر اقلیمی رو با یه فصلی بیان میکنه. در واقع چهار فصل و چهار گوشه کشور رو در این شعر میبینیم. قراره که بیژن نجدی همه رو به هم پیوند بده، هم روایت خودش رو دنبال کنه، هم اتحاد نواحی مختلف کشور رو، اقوام مختلف کشور رو به ما یادآوری کنه. از کوچه دود مقدس اسپند میگذرد، منقل چشم بد دور پر از آتش، آینه می آید، چراغ می آید، مردانی سینه هاشان گشاده و شاد، سینی سینی گلاب و ترمه و تور. همسایه ها رفتند به تماشای سفید بی پایان عروس، اما زهرا به صحرا نیشته. بیرون خشونت مهربان بیل بود و خاک، ماغ عزیز گاو، آواز روز بود، تشت با بوی کته می بردند. بیلداران به نهار نشستند در بهار، اما زهرا به صحرا. طوفان شن، میهمان هر ساله تابستان، شولای شتابش بر شانه می گذرد. شن سرمه از چشم بلوچ می شوید، هزار بلوچ می رقصند با اسبهایشان در رقص شن. شن می گذرد، استواری اسب فرو ریخته از یال، بال گشوده بلوچ در رویای کوچ خویش، اما زهرا به صحرا. پاییز می نوازد ساز هزار سیم بارانش را،
شب دف میزند بر پوست تاریکی، دریا دم نمیزند، نفس نمیکشد آب و موج، نفت جزام شده است بر تن دریا. بیکرانگی آرامش ماهی هاست، بیتنفسی ماهی ها. دهان باز ماهی ها در طعم تلخ نفت و براده تو دور می شود در خلیج و مه، اما زهرا به صحرا. تا بر شانه نشستند عاشقان آذری، شیرینی آتش است و برف و پنجره، خنده های گیج حیات دور گردان آدمک برفی، با پنجره قندیل یخ، با موی بادر بزرگ، بوی حنا، در چشمهایش قصه آب مروارید، اما زهرا به صحرا میشته، مثل بوی زمین، زمین، سرزمین بوتجقهی من. من بارها این شعر رو برای خودم خوندم، برای دیگران خوندم و هر بار ازش لذت که بردم هیچ مفاهیم مختلفش با توجه به تنوع تصویری و روایی منو سرگرم خودش کرده. زهرا به صحرا نشسته. در فرصت پایانی، یعنی در اون بخش پایانی که صحنه داستان آذربایجان عزیز هست و سرما و زمستان، زهرا همچنان به صحرا نشسته، اما بعد از این جمله میگه که مثل بوی زمین، و بعد زمین او رو یاد سرزمین بوتجقهی خودش میندازه. بوتجقهی یکی از نقش‌های تاریخی باستانی ایران عزیز ماست، زمینی که مفهوم ایران پیدا میکنه. فکر بکنید زمین، ایران و زهرا با اون حالی که داره، در واقع یک روایت تاریخی از وجود عشق‌های پنهان و صریح‌تر بگم وجود همیشگی زنانی که عشقهاشون رو ابراز نکردن و در واقع خودشون رو فدای زندگی مردانه کردند. جدا از این که از جهت اساطیری میدونید که زمین مادره، آسمان پدره، میگن آبا الوی، پدران آسمانی، زمین مادره و این زهرایی که مثل زمین توصیف میشه این وجه اساطیری رو هم به یاد میاره. اما در هر اقلیمی، جدا از اینکه اون بوم سرزمین رو، اون شکل ظاهری جغرافیای فرهنگی رو توصیف میکنه، انگار که بیژن نجی نمیتونه صرفا توصیف کنه. نگاه انتقادی هم داره، اینکه نفت در جنوب کشور جزام دریا شده، لکه های روغنی نفت که سطح آب رو گرفته مثل جزام، که قدیم بهش میگفتن خوره، بیماری بود که از پوست شروع میشد و تا مغز استخوان ها میرفت، استخوان های ناتمام، چهره های که پوستشون کنار میرفت، گوشتشون خورده میشد، خوره بود دیگه. یک لحظه یاد فیلم خانه سیاه هست به فروغ فرخزاد افتادم. من یادمه که خودم که میدیدم به جای خود، گاهی سر کلاس ها برای جوان ترها این با مقدماتی برای بهتر معرفی کردن فروغ، من این شعر رو فیلم رو پخش میکنم. همیشه در اولین صحنه ای که یک جزامی تصویر میشه، چون فیلم کلا تو جزامخانه بابا باقی تبریز ساخته شده و همه شخصیت ها جزامی هست، با همون شکل های معمول جزامی ها، اولین تصویری که از یک جزامی پخش میشد، من جوان ها رو زیر نظر داشتم، چشم برمیگردوندن، تحمل دیدن این هیبت انسانی رو نداشتن که پوست خورده شده باشه، گوش استخوان زده شده بیرون، انگشت ها ناتمامند. اما نگاه انسانی فروغ یه جوریه که اونقدر نزدیک و فرشتوار به این مجموعه نزدیک میشه که از چند دقیقه بعد تا 21 دقیقه که فیلم ادامه داره، ما بعضی وقتا دیگه احساس علاقه میکنیم به اینها. زن جزامی که چشم نداره، کاسه چشمش خالیه، اما روی اون کاسه چشم که پلک افتاده داره سرمه میکشه به چشمش. زیبایی در هر مجالی انگار اولویت زنان است. جزامیه ظاهرا جذابیت‌های ظاهری نداره، اما تلاش برای جذاب بودن و زیبا بودن می‌کنه. درباره زن اگه بخوایم صحبت کنیم، من فقط باید به ادبیات و هنر مراجعه کنم، چون متخصص این هم نیستم، اما با زنان زیادی بزرگ، از خردسالی بزرگ روبرو شدم و به خودم شجاعت میدم که بگم زن در تاریخ ما در واقع مصداق کامل یک قهرمان اجتماعی است.
و این قهرمان بودن پررنج بوده. اصلا نمیخوام بگم چه خوبه که قهرمان بودند، اما در شرایطی که قرار بوده حاشیه باشن، سیاهی لشکر باشن، محو بشن، دیده نشن، قهرمان شدن. و این عظمت زنانه. فرهنگ ما سالا در جهان به شکل‌های مختلف دیده شده. اینکه نهایت قصه رو از این زهرایی که به صحرا نشسته است و شادی دیگران دور از او داره اتفاق میفته و او قاعدتاً باید ناظر شادی دیگران و متحمل رنج شخصی خودش باشه، آخرش اسطوره بیرون میاره. زهرا زمینه، زمین سرزمین منه. در واقع آنچه که دلبستگی منه با این زهرا تجسم پیدا میکنه. در بهار شمال و قاعدتاً گیلان رو میبینیم، تابستان بلوچ رو میبینیم و چه تصویر فوق‌العاده از اسبی که استواریش از یالش فرو ریخته و بلوچی که میرقصه، شنی که حتی سرمه رو از چشم شب پاک میکنه. ببینید یه خشونت طبیعی و در این حال محکم و اساطیری. و بعد پاییز جنوب و خلیج فارس و جزامی که به شکل نفت روی دریا گرفته شده و نهایتاً آذربایجان عزیز که زمستان رو از جهت آب و هوایی هم این اقلیم‌های آب و هوا رو بیشتر در خودشون نشون میدن. و ضربه آخر قصه میبینید شعر در این حال قصه است. و با این تقطیع چهار مرحله‌ای شما یه تدوین سینمایی هم میبینید. در واقع من میتونم بگم یه جور به تعبیر فرنگی ها تدوین دیالکتیک هست. چند تا تصویر رو کنار هم میذاره و شما استخراج میکنید اون چیزی که شاعر میخواد بگه. امیدوارم از شعر بیژن نجدی خوشتون اومده باشه. عمدن رفتم سراغ شاعری که کمتر به عنوان شاعر عموم مردم خوندن و گفتم این شاید یه تازگی داشته باشه. حتما به سراغ شاعران بزرگ و مشهور و دلخواه شما هم خواهیم رفت. این نوبت به من خیلی لذت داد چون شما با شعور و درک و دریافت و مهربانیتون مقابل من بودید. با این صفحه همراه بشید. دلخوشی من این هست که ادبیاتی که سالها باهاش سر کردم با شما در میون بذارم. پاینده باشید.